هرکسه مهربانان، سلام به همه. خوش اومدید به جلسه دهم از آموزش کتاب استانبول B1. تو این ویدیو میخوایم گرامر درس دوم رو با هم بخونیم. عنوان گرامریمون تبدیل فعل به اسم هستش. اینکه چطوری اینو استفاده میکنیم، چطوری میسازیم و کجا استفاده میکنیم، مثلا کاربرد و فلسفهش چیه رو با هم دیگه تو این ویدیو خواهیم خوند. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. خب همونطور که گفتم خدمتتون، گرامرمون تبدیل فعل‌هامون به اسم هستش. در اول کار این سوال ایجاد میشه که خب آیا ما آدم‌های هستیم که بیکار هستیم؟ یعنی میخواستم یه چیز دیگه بگم، گفتم بیکار خیلی کلمه مناسبیه. چرا باید این کار رو بکنیم؟ چرا باید یک فعل رو از حالت فعلی در بیاریم و اسم کنیم؟ دلیل این کار اینه که دوستان، یک، تو یک جمله‌ای که ما میگیم هر زبانی میخواد باشه، تو یک جمله که میگیم بعد آخرش هم یه نقطه میذاریم، اون جمله فقط یه دونه میتونه فعل داشته باشه. پس هر جمله در هر زبانی فقط یک فعل میتونه داشته باشه، دوتا فعل نمیتونه داشته باشه. الان بعضی از فعل ها پیدا میشن که به عنوان فعل اصلی هن، یعنی فعل هن، ولی این فعل ها نیازمند یک فعل دیگه هم هستن. یعنی میگه که اوکی، من فعلم سر جام هستم، ولی من میخوام توی جمله یه فعل دیگه بیاد. این که ما قانون میگه که آقا شما نمیتونید دوتا فعل استفاده کنید توی یک جمله، ما میایم اون فعل اصلی رو سر جاش نگه میداریم، اون فعل ثانی دوم رو که فعل اصلی میخواد رو تبدیل به اسم میکنیم. یعنی در واقع انگار مثلا میخوایم اون قانون رو دور بزنیم به وسیله تبدیل اون فعل به اسم. چون شما به تعداد دلخواه میتونید اسم داشته باشید، صفت داشته باشید، قید داشته باشید، ولی فعل فقط یه دونه میتونید داشته باشید. پس فلسفه اینکه یک فعل رو تبدیل به اسم میکنیم اینه که جمله یک فعل میخواد، اون فعلو که استفاده میکنیم اون فعل فعلش یاد هندوستان میکنه و میگه آقا من یه فعل دیگه میخوام، اون فعلو برای اینکه بیاریم باید تبدیل به اسم کنیم. پس فلسفه اینه. اما مثال فارسی بزنم واسهتون. مثلا فعل دوست داشتن فعلیه که هم در واقع هم میتونه با اسم بیاد، نیازمند اسم، هم میتونه با فعل بیاد. مثلا شما میتونید بگید من بستنی دوست دارم، من بستنی دوست دارم. خب من مینویسم رو بورد من بستنی دوست دارم. خب اینجا فعل تو اصلیتون دوست داشتنه، این بستنی اسمه، میتونه با اسم بیاد دوست داشتن. اما میتونید اینو بگید من بستنی خوردن رو دوست دارم. اینجا دیگه بستنی خوردن شد، یعنی فعل شد. شاید مثلا بگید خب اینجا که دوتا فعله، تو فارسی ما میتونیم دوتا فعل استفاده کنیم؟ نه، فعلتون اینه، دوست دارمه فعل اصلیتون. این بستنی خوردن تو فارسی مصدر شده، مصدرم اسمه. پس تو فارسی یا هر زبان دیگه این اسمه، بستنی خوردن. شاید بگین خب خوردن که فعله، نه، نقشش اسمه اینجا. پس تو ترکی هم همچین چیزی ما داریم. پس هر موقع دوست داشتن رو بخوایم استفاده کنیم، مثلا من مسافرت کردن رو دوست دارم، من استراحت کردن رو دوست دارم. ببینید استراحت کردن، مسافرت کردن رو فعلا، و اینا رو باید ما به تبدیل به اسم کنیم تا بتونیم با دوست داشتن بیاریم. که ترکیشو من خدمتتون میگم، میخوام فارسیش جا بیفته. یا مثلا میفرمه که من میخوام چایی بخورم، من میخواهم چایی بخورم.
یعنی فعل خواستن رو شما صرف میکنید، فعل اصلیتون همون استمکه، ولی اون چای خوردن که ظاهرن فعله، اینو باید تبدیل به اسم کنید تا بتونه در کنار استمک یا خواستن بیاد. حالا اینا چطورن تو ترکی چطوری گفته میشن رو الان خدمتتون خواهم گفت. پس الان تو این درس، تو این ویدیو میخوایم به وارد همچین گرامری بشیم که یک فعل رو تبدیل به اسم بکنیم. چطوری؟ به این شکل. ببینید در ترکی ما به دو شکل میتونیم یک فعلی رو تبدیل به اسم کنیم تو این درس ها، دو شکل، وگرنه چهار شکله. یه شکلش هم در قسمت بعدی میخونیم، یک شکلش هم فکر کنم بعدتر بخونیم و به دو اینا بخونیم و دو شکلش رو این جلسه میخونیم. شکل اول اینه که آقا ما به ریشه فعلمون مک و ماک اضافه کنیم، یعنی در واقع یا هم همون مک و ماک که داره فعل، مستر و مک و ماک دیگه، گل مک، گیت مک، ایچ مک، گوتول مک، کاف مک، همونا رو نگه داریم، یا مک و ماک رو حذف میکنیم دوباره یه مک و ماک اضافه میکنیم که بشه اسم، یا همون مک و ماک رو نگه میداریم. پس یه کاربردش اینه، یعنی یه دونه با مک و ماک ما تبدیل به در واقع اسم میکنیم، یه دونه هم با م و ما فعلمون رو تبدیل به اسم میکنیم. چه فرقی دارن اینا؟ کجا استفاده میشه؟ خیلی ساده میخوام خدمتتون توضیح بدم. ببینید اینا کلن یکیه، خب فرقی نداره بینشون. تنها فرقی که ایجاد میشه بینشون اینه که مک و ماک صرف نمیشن، م و ما صرف میشن. یعنی چی صرف میشن؟ یعنی اگر بخوای بگیم مثلا من بستنی خوردن را دوست دارم، اینجا بستنی خوردن عمل بستنی خوردنه، یعنی کلیه، درسته؟ اینجا به کس خاصی اشاره نمی کنه، نمیگم من بستنی خوردنت رو دوست دارم، من بستنی خوردنم رو دوست دارم، بستنی خوردنش و خوردنمونو، اینطوری نمیگم. چون اینطوری بگم یعنی دارم صرف میکنم، منم که نمیخوام صرف کنم. چون کلی میگم یعنی من آقا کلن عمل بستنی خوردن رو دوست دارم، باید بیام از این حالت استفاده کنم، مک و ماک. اما اگر به شخص خاصی اشاره کنم، بگم فلانی اصلا یه جوری بستنی میخوری، من آدم اصلا کیف میکنه، دیوونه میشم از بستنی خوردنه، اونو باید بیای از این استفاده کنی، چون میگی بستنی خوردنت رو دوست دارم یا بستنی خوردنت رو دوست ندارم، یه جور مثلا میخوری که من بدم میاد، فرق نمی کنه مثبت منفی، فقط اگر به شخص خاص اشاره بشه از م و ما استفاده میکنیم، اگر به شخص خاصی اشاره نشه کلی باشه از مک و ماک استفاده میکنیم. این حواستون باشه بهش. توضیحات بیشتر بریم چند تا جمله با هم کار کنیم. مثلا فعل یاساک اولماک یعنی ممنوع بودن. الان میخواییم بگیم که آقا سیگارا ایچمک یاساک، یاساک البته، خب یعنی چی سیگار ایچ مک یاساک؟ یعنی سیگار کشیدن ممنوعه. حتی میتونم مثلا یه اینجا بوردا هم بذارم، بورادا سیگار ایچ مک یاساک، در اینجا سیگار کشیدن ممنوعه. آیا دارم میگم که به شخص خاصی میگم اینو، میگم آقا سیگار کشیدنت ممنوعه، مثلا تو سیگار کشیدنت ممنوعه ولی اون سیگار کشیدنش ممنوعه، اینو که نمیگم، دارم کلی میگم دیگه، به همه میگم سیگار ایچمک یاساک، بوردا سیگار ایچمک یاساک یا یاساکتر، حالا فرق نمیکنه. پس یه چیزی کلی باشه، برای همه باشه، از مک و ماک استفاده میکنیم، گفتم خدمتتون. یا مثلا فعل ایستمک اکثرا با مک و ماک میاد،
مثلا این خود فعل ها، یعنی خود فعل میگه آقا میکوماک به من اضافه کن. هرچند تو فارسی میگیم من میخوام سیگار بکشم، یعنی بس خودتون میگید بکشم، ولی ترکا میگن من سیگار کشیدن میخوام، یعنی میگن من سیگارا ایچمک استیوروم. ببینید اینجا ایچمک دیگه با میکوماک نوشتیم، نه با سیگار کشیدنم میخوام. یادتون باشه فعل استمک هر چه فعلی بیاد پشتش، هر چه بیاد با میکوماک میاد. همین. اما مثلا یک فعل مثلا ایچمک، اینو من بخوام بگم حالت اسمیش کنم و صرف کنم، ببینید مکش هضم میشه میمونه ایچ، بعد من به ایچ یا باید م اضافه کنم یا باید ما اضافه کنم دیگه، طبیعتاً چون به آخر حالا سیلاب ایچ که ایه من م رو انتخاب میکنم، میشه ایچ م. این ایچ م هم اسم شد، اما اینو من باید صرف کنم، یعنی این م و ما بهتون گفتم قابلیت صرف شدن دارن. یعنی چی؟ یعنی اگر بخوام برای بن اینو من صرف کنم باید بگم، یعنی یه م اضافه کنم با آخرش، بگم ایچ مم. ایچ مم، ایچ مم یعنی چی؟ یعنی سیگار حالا سیگار کشیدن تو ذهنمه، حالا ولش کن، نوشیدن من میکنه، نوشیدنم. پس ایچ مم میشه نوشیدنم. برای سن بخوام بگم نه اضافه میکنم، ایچ من نوشیدنت. برای او بخوام بگم یا سی اضافه میکنم یا س اضافه میکنم. خب طبیعتا مسی میشه دیگه، ایچ مسی میشه نوشیدنش. برای ما بخوام بگم یا میز اضافه میکنم یا مز اضافه میکنم. ایچ ممیز یعنی نوشیدن من. برای سیز یا نیز اضافه میکنم یا نز اضافه میکنم. طبیعتا ببین اگر م باشه نیز میگیره، اگر ما باشه نز میگیره. م باشه میز میگیره میشه ممیز، ما باشه مز میگیره میشه ممز، م باشه مسی مس. خب میشه ایچ منیز نوشیدنتون. و برای آنها هم اونلار یا لر میاد، لری میاد یا لارو میاد، میشه ایچ ملری یعنی نوشیدنشان. اوکی؟ این میشه حالت صرفی برای در واقع موقع تبدیل فعل ها به اسم. اگه نخواهیم صرف کنیم کلی بگیم میکوماک، بخواهیم صرف کنیم اینطوری میگیم. آیا کارمون تموم شد؟ خیر، داریم کار داریم هنوز. خب چه کاری داریم؟ ببینید دوستان، اینا یعنی میکوماک ها، میکوماک که خدمتتون گفتم، کمتر فعلی پیدا میشه که فقط میکوماک بخواد، یعنی میکوماک خالی بخواد. اونم یکی استمک، یکیش یاساک، یکیش هم یاره چند تا فعل دیگه، ولی کم تعدادشون. اکثر فعل ها میگه که آقا من میکوماک خالی نمیخوام، باید به میکوماک را، به، از، در اینا هم اضافه بشه. اون پسمند های از، در، به، را هم اضافه کن با آخرش. که ما اگر به میکوماک را اضافه کنیم، را چی بود؟ ای او 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 بود دیگه، قبلا خوندیم، میشه میی و مای. پس من به میکوماک پسمند را اضافه کنم که هش میشه، میشه میی یا مای. اگر من بیام پسمند به اضافه کنم میشه
میه و مایا بیام به پسوند پاردون بیام به از اضافه کنم، یعنی در واقع دن اضافه کنم، میشه مکتن و مکتان. بیام پسوند در اضافه کنم میشه مکته و مکتا. اینا رو باید حفظ کنید، قاعده خاصی نداره. میخوام بیام پسوند را اضافه کنم، را رو گفتیم، به رو گفتیم، از رو گفتیم، در رو گفتیم. بیام پسوند با اضافه کنم میشه مکله، مکلا. همین پنجتا مهماشو گفتم. خب چرا من باید پسوند اضافه کنم با آخر مک ماک؟ چون اون فعل هایی که گفتم خدمتتون میان و یه فعل دیگه هم میخوان که با اونا هم بیان، اون فعل ها نیازمند پسوندن. همین فعل سیو مک که با هم مثالش رو خوندیم، ببینید سیو مک تو فارسی میگیم چیزی را دوست داشتن دیگه، چیزی را دوست داشتن یا کسی را دوست داشتن. الان شما میگید من بستنی را دوست دارم یا من بستنی خوردن را دوست دارم، یعنی اون بستنی خوردن با را میاد. من بستنی خوردن دوست دارم نمیگن، نمیگن بن، تو ترکی هم اینطوره، نمیگن بن دندورما یمک سویورم. این کلن غلطه، چون فعل سویمک نیازمند راه، باید من این دندورما یمک یعنی فعلش و یمک رو را اضافه کنم که گفتیم که را برای مک و ماک میی مایی هست، میشه یه میی. من دندورما یمیی سویورو، من بستنی خوردن را دوست دارم. یا پس فعل دوم ای هستش، مثلا فعل کارار ورمک تصمیم گرفتن. فعل کارار ورمک فعلیه که با یک فعل دیگه میتونه بیاد و اون فعلی هم که میاد باید پسوند ب داشته باشه. حالا من اینا رو از کجا میگم؟ شما اول اینکه اینا رو باید به مرور زمان یاد بگیرید، یعنی چه فعل های نیازمند فعل دیگه هستن و اون فعل در واقع عرشب خدمتتون که چه پسوند نیاز داره. من حتما واسه این یه ویدیو درست میکنم که کدوم فعلها نیازمند چه پسوندی هستن. اینو حتما من یک فعل درست میکنم نشون میدم که از کجا چک کنید، چطوری چک کنید. ولی یادتون باشه سیومک با را میاد، کارار ورمک با ب میاد. مثلا میفرمایید که بن، حالا بن نباشه، حالا هرچی، من بن مثال میزنم، ترکیه یه، ترکیه یه گیتمه یه کارار وردم، کارار وردم، ترکیه یه گیتمه یه، فعل گیتمه که، فعل گیتمه که گفتیم که گیتمک در واقع مکش میره، مه اضافه میشه. البته مه اضافه حالا نه، اینطوری حفظ کنی که اگر بخوایم، چون فعل کارارورمک باید با به بیاد، ما به ریشه فعلمون یا باید مه اضافه کنیم یا مایا. با توجه به گیت ما مه اضافه میکنیم، گیت مه، برفتن تصمیم گرفتم. ببینید نمیگم برفتنم تصمیم گرفتم، میگم برفتن تصمیم گرفتن. خوردن را دوست دارم. یا مثلا پسوند از میشه مکتن ماکتن. فعل خوشلان ماک، خوش آمدن، فعلی که با یه فعل دیگه میاد و اون فعل باید حتما پسوند از بگیره. مثلا میفرمایین که ترکچه اورن مکتن خوش
hoşlanıyorum. Türkçe öğrenmekten hoşlanıyorum. ببین mekten. Öğrenmek işaf, mekten اومده اضافه شد. به خاطر چی؟ به خاطر کی؟ به خاطر hoşlanmak. که نیازمند از. و اینم بگم همه فعلا اینطوری نیستن که نیازمند فعل داشته باشن. یه سری فعلای خاصه که میگم به مرور زمان رو یاد میگیریم. یا مثلا فعل بعدی ده هستش. مثلا باز این ده خیلی کمه فعل واسه هش که نیازمند پسمند در باشه. اکثرا فعل ها یا نیازمند 80% فعل ها نیازمند را هستن، مثلا 10% اینا نیازمنده به، 5% اینا مثلا نیازمنده از، این 5% بقیه هم شاید هم کمتر، 2% 3% بقیه هم نیازمنده با و در هستن. مثلا فعل فایده اولماک چه مفید بودن یا فایده بودن، میگن در چیزی فایده بودن ترکا. مثلا میگن که سپور یاب مکتا فایده وار، در ورزش کردن فایده وجود داره. ببینه سپور یابه، سپور یاب مکتا شد، مکت مکت اضافه شد و فایده وار هم که اومد. فایده وار فعلیه که یه فعل دیگه میخواد و اون فعل رو با در میخواد. یا مثلا پسفند به پسفند به واقعا یادم نمیاد چه فعلی، یعنی حضور ذهن الان ندارم واقعیتشو بخوایم. یعنی شاید مثلا یکی دوتا باشه. مثلا حالا اینو بنویسیم، سنگل مکله تو با آمدن، سنگل مکله بهتره بگیم سن بساب به خاطر اومدنت، ولی حالا اینو میگم که بدونید که اینم مینیمسه، شاید حالا جمله رایجی نباشه اینجا ترکی. سن گلمکله بینی یوزدون، تو با آمدن منو ناراحت کردی. یا گلمنله با آمدنت، اینو گفتم که حالا یه چیزی گفته باشیم، اینو زیاد جدی نگیری این جمله رو. ولی خلاصه مطلب این را خیلی مهمه، این را خیلی مهمه، این به مهمه، این ازم یاد بگیرید، نیمه مهمه که به آخر فعلا میاد و در واقع ما میگیم. اما باز تموم شد گرامر. خیر، ببینید ما پسوند از در را برو برای حالت مکوماک گفتیم، اما حالت مئوما که بالا گفته بودیم اونا هم پسوند میشه واسه شون اضافه کرد، اما دیگه اونا مثل مکوماک عجیب غریب نیست که مثلا مکوماک یه های بشه میمایا یا میمایا، نه اونا این عادی عمل میکنه. ببینید من بالا توضیح میدم، همین ایچمم رو شما مثلا بخوای به ایچمم خب پسوند را اضافه کنی، همین را رو ای رو اضافه میکنی، میخوای پسوند به اضافه کنی همین اضافه میکنی، چیز خاصی دیگه نمیخواد اضافه کنی. پسوند از میخوای دن، پسوند در میخوای ده، پسوند را و با میخوای له. ایچممی، ایچممه به نوشیدنم، ایچممدن از نوشیدنم، ایچممده در نوشیدنم، ایچممله با نوشیدنم. الان برای تو ایچمنی نوشیدن تو، ایچمنه به نوشیدنت، ایچمندن از نوشیدنت، ایچمنده در نوشیدنت، ایچمنله با نوشیدنت. فقط یه نکته خیلی مهم اینه که ضمیر او و اونلار چون آخرشون صدا داره اینجا یه نه اضافه میکنید، شما برپسندتار اضافه میکنید. مثلا ببینید ایچمسی، خب الان بخوایم بگیم نوشیدنش را نمیذاریم بعد میگیم،
ایچمسینی نوشیدنش را، ایچمسینه به نوشیدنش، ایچمسیندن از نوشیدنش، ایچمسینده در نوشیدنش، ایچمسین آها فقط باز یه نکته، همه این چهارتا پسوند یعنی را به از در با نمیان. فقط و فقط و فقط نپرسین چرا، چون واقعا دلیل ندارن. فقط با پسوند با، پسوند حرف میانجی یه میاد. ایچمسیله با نوشیدنش میشه، نه ایچمسینله، ایچمسیله یادتون باشه. فقط پسوند با با یه میاد، بقیه پسوند ها با نه میانجی میاد. این شد کل گرامر بخش اول از درس دوم استانبول B1. همین، انشالله جلسه آینده وارد کتاب میشیم و کتاب رو با هم دیگه میخونیم. حتما این ویدیو رو چند بار ببینید تا قشنگ تو ذهنتون بشینه. تا جلسه آینده، خوشحالن یوشمکیزره، خوشحالن.